سلام، خوب هستی؟ با موضوع بازی شطرنج و قواعد منچ در خدمتتون هستم. اول از همه یه مقدمه بگیم، اشکال نداره، درباره اینکه متن باز با فری سافتور چه تفاوتایی دارن. اولا که این دوتا همیشه در کنار هم دیگه هستن، در مقابل هم دیگه نیستن، یعنی مثل دوتا برادرن. و اینکه فری سافتور اندیشه اصلیش آزادیه، در صورتی که اوپن سورس دنبال قدرتیه که از آزادی نشأت گرفته میشه. و توی اوپن سورس ممکنه خیلی به صورت تخصصی روی آزادی تمرکز نداره، بیشتر روی اینکه ما چه نتیجه ای از آزادی قرار بگیریم تمرکز میکنه. اگه بخوام که با این مثال خیلی ساده متماز رو توضیح بدم، شما فرض کنید توی شهری هستین، همشون تولید کننده قایقه و همه هم این قایق رو تولید میکنن و میرن باهاش ماهیگیری انجام میدن. توی اینجا یه جمعیت کثیری ما چیز داریم، سازنده قایق داریم، که هر کدوم اینا فرض کنید روزی یه دونه ماهی میرن، هم قایق خودشون میسازن هم میرن از دریا روزی یه دونه ماهی میگیرن. این طرف در مقابل ما یه دونه سیستم انحصاری داریم که از سالهای قبل بوده و این تعداد قابل توجهی، مثلا 500 تا در روز ماهی میگیره. ما الان یه راه حل میخوایم بگیم، یه رویکرد که اینا بتونن یه همچین سیستمی رو بسازن، بلکه بهتر، قویتر و سریعتر و سهم خودشون رو بیشتر کنن. ما میتونیم چیکار کنیم؟ اگه بخوایم به عنوان یه روش، به عنوان یه راه حل، سولوشن ارائه بدیم، اینه که اینا بیان با همدیگه متحد بشن و با همدیگه روی پروژه کار کنن و یه قایق بزرگ بسازن. در واقع میشه گفتش که این متماز یه رویکرد حل مسئله است، یه اندیشه بیشتر نیست. بیشتر مثلا تو اینجا میگیم که اینا با همدیگه اگه فرضاً میشد متماز باشن، با همدیگه یه همکاری متماز انجام بدن و این سیستم بزرگ بسازن تا مثلا یه سیستمی بهتر از این ساخته باشن. در واقع متماز، بازم گفتم، دنبال قدرت حاصل از آزادیه، دنبال خود فلسفه آزادی نیستش. و اینکه لزوماً هم گروهی نیست، یعنی اینکه ممکنه یه آدم خودش به تنهایی شروع کنه یه پروژه روش استارت بزنه یا ادامه بده یا ببره جلو. اینطوری نیستش که لزوماً بگیم که حتما باید یه جمعیتی باشه، ولی خب قدرتش رو از جمعیت میگیره، از جامعه میگیره. و اینکه متن باز صرفاً یه دونه مجوز نیست، انواع اقسام مجوزها داره. علت اینم که اینقدر متنوع در مجوز دادن اینه که آزادی‌های مختلف و طرز فکر‌های مختلفی پشتش بوده، لایسنس‌های مختلفی هم هست. و اینکه یه چیزی هم که درباره متن باز میگن و تفاوتش با نرم افزار آزاد اینه که GPL صرفاً مختص به نرم افزار آزاد نیست. میتونیم ما یه نرم افزار اوپن سورس هم داشته باشیم با لایسنس GPL. خب حالا میریم سر اصل موضوع. اینجا ما یه لیستی، حالا دو نمونه من آوردم، از شرکت‌های متن‌باز هستن که درآمدشون رو تو سال 2015 و 2013 می‌بینید. شرکت رد هات هم تولید کننده خود سیستم عامل رد هات، هم فدورا و کلاً با هم دیگه 1.7 میلیارد دلار درآمدش بوده تو سال 2015. و یه چیزی هم در حدود 7300 نفر کارمند داره. از طرفی مثلا شرکت کانونیکال هم که حالا یکی از محصولاتش اوبونتو هستش، یه چیزی در حدود 65 میلیون دلار درآمدش بوده و یه چیزی هم در حدود 700 تا کارمند داره. این که می‌بینید این برنامه‌های منه توی اینترنت و متأسفانه دانلود مناسبی نداره، یعنی هیچی. تقریبا مثلا 4-5 سال گذاشتیم 40 نفر 50 نفر دانلود کردن، هیچ چیزی هم مالی نداشته باشن. کلاً درباره این میخوایم صحبت کنم که چرا اونا انقدر فروش میکنن، انقدر درآمد دارن، ولی وقتی که مثلا من اومدم شروع کردم و یه همچین پروژه هایی رو نوشتم انقدر استقبال کم بوده. و حالا بحث مادیش به کنار، کسی اینا رو اصلا استفاده نمیکنه یا اصلا توسعه نمیده. اولین مقوله ای که حالا میخوایم توضیح بدیم
که آقا اگه قرار شما یه پروژه متن باز شروع کنید، بعد چی کار بکنید که سرنوشتی مثل اینا، و حالا برین توی سورس فورج میبینین انواع و اقسام پروژه های وجود دارن که هنوز همین نصف و نیمه رها شدن و با مشکلات زیادی روبرو بودن. اولین مسئله که شما توی متن باز باید دنبالش باشین آموزشه. همونطور که میدونی اوپن سورس اصلا اسمش همینه، اوپن سورس یعنی متن باز، یعنی شما میتونید با هر سن و با هر چیزی که دارین برید متن‌های شرکت‌های مختلف رو بخونید بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کنید. میتونید برید سورس‌ها رو بخونید. این به چه درد می‌خوره؟ این به این درد می‌خوره که اولا که شما حالا تو ایران ما در نظر بگیریم آموزش تقریبا حالا میشه گفت مجانیه یا با قیمت خیلی کمه، ولی تو سراسر دنیا اینطوری نیستش که آموزش مجانی باشه. و در هر حال شما الان خودتون میتونید یه دونه متن باز و با هر سلایقی که دارین، مثلا وب دوست دارین، دسکتاپ دوست دارین، بخونید. حالا من از یه سوالم از همتون دارم، کسی هست اینجا تا حالا یه اوپن سورس رو خونده باشه؟ سه نفر. بخونید، چون که فورسی روش نیست، یعنی شما خیلی راحت میتونید اوپن سورس رو بخونید و اون چیزی که شما تو دانشگاه میخونید، مثلا دیتا استراکچر میخونید، دیتابیس میخونید، انواع اقسام چیزا رو که میخونید، تا یه تو پروژه واقعی نبینید مفهوم اونا رو نمیفهمید. همین که این آموزش رو شما انجام بدین باعث میشه که هم نمره تو کلاس و درس تو اینا بهتر بشه، هم که آینده کاریتون بهتر بشه. و اینکه خودتون وقتی سیستما رو ببینید متوجه میشین که سیستما اگه بد بگیریم، اگه کم بگیریم، اگه مثلا چی کار کنیم چه معضلاتی بعداً براش پیش میاد. مثلا اگه یه سیستمی فریم ورک خیلی قوی داشته باشه ممکنه بعداً با مشکل رم و اینا مواجه باشه. اینا رو تا با کار نکنید، تا با سورس و اینا رو نخونید متوجه نمیشین. چیزی نیستش که قرار باشه تو دانشگاه کسی بهتون یاد بده. اول بعد از اینکه شما آموزش انجام دادین بعد بیاین که بازار رو شناسایی کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میخواین فروشگاه بزنید، برید انواع اقسام سورس هایی که تو اینترنت هست اوپن سورس ها رو بخونید. حالا پرستاشاپ هست، اوپن کارت هست و همینطور چیزهای دیگه. و حتی لازمه که برید انحصاریان هم، چون اونا رو کداشو نمیتونید ببینید ولی میتونید عملکرداشون رو ببینید. لازمه که قبل از شروع هر پروژه متن باز شما اول از همه برین این سورس ها رو نگاه کنید. و مهمتر از اون اینی که ببینید جامعه چه چیزی نیاز داره. ببینید اوپن سورس اینطوری نیستش که من یه محصول بسازم برای یه نفر، من قرار یه محصول بسازم برای تعداد زیادی. چرا؟ چون قرار تعداد زیادی بهش کمک کنن، تعداد زیادی توسعهش بدن. اگه صرفاً من بیام یه محصول بسازم با توجه به کارهای خودم، با توجه به ذهنیت خودم، قطعا شکست میخورم. اگه میبینید مثلا پروژه من با این مواجه شدن که کسی اصلا ازشون استفاده نمی‌کنه، یکی دلش همینه، یعنی نیاز سنجی مناسب انجام نشده. اون موقعی که من داشتم این پروژه رو تعریف می‌کردم خیلی به دنبال این نبودم که حالا یه پروژه‌ای باشه که مثلا نیاز کسی رو برطرف کنه، صرفا دنبال این بودم که یه علاقه برنامه‌نویسی انجام بدم. بعد از اون بحث ایده پردازی یا ایده نوعه، یعنی شما وقتی که میخونید این سیستما رو مثلا ممکنه متوجه بشین که مثلا کاش که این سیستمه فلان چیز اضافه تر داشت، کاش این قابلیت رو بیشتر داشت، کاش اگه اینو داشت مثلا بهتر میشد. یه ایده جدیدی بایدتون تو ذهنتون میاد. معمولا چون تو ایران این رویکرد هست که ایدتون رو میدوزن و فکرتون رو میدوزن و شما خیلی امنیت ندارین که ایده رو به کسی مطرح کنین، شروع میکنین خودتون یه دونه چیز شروع کردن، یه پروژه رو شروع کردن. و بعضی از ایده ها هستن که خوب نیستن. مثلا من خودم میگم، من پارسال توی بنیاد دانش، همین بنیاد اینجا، یه طرح جدید گفتم آقا این کارو کنیم بهتره. بعد به نظر خودم خیلی عالی بود که طرح جالبی هم بود و اینا، ولی وقتی مطرح کردم، وقتی با آدمای مختلفشون صحبت کردم، فیدبک ها رو گرفتم، نظرات رو گرفتم، گفتن که این شاید طرح خوبی باشه ولی کسی نمیتونه باش ارتباط برقرار کنه. یعنی به نحوی من متوجه شدم که اگه مثلا یک سال من بیام روی این پروژه کار کنم، آخرش به جایی که میرسم اینه که این پروژه رو بریزم دور، چون کسی نمیتونه باش ارتباط مناسبی برقرار کنه. برای همین من ازتون خواهش میکنم اگر میخواین ایدتون رو توی متن باز یا توی نرم افزار آزاد اجرا کنید، نمیخواین ببرید تو انحصاری، میتونید بیاین توی این جوامعی که الان تو ایران هستن، هم بنیاد دانش هست، هم تهران لاک هست،
پایتون هست و همینطور میتونید اونجا بیاین مطرح کنید و نظرات دیگران رو بپرسید. چون هم باید نظرات بپرسید، هم باید آدم های متناسب پیدا کنید. و این مهمترین قسمت هر چیز، هم اوپن سورس، هم انحصاری، هم نرم افزار آزاد، تیمه. شما تو کامپیوتر با یه نفر به جایی نمیرسه. قرار نیست یه نفر بیاد تمام دنیا رو متحول کنه. اصلا کار کامپیوتر کار تیمیه، کار فردی نیستش. شما همینطور که الان دانشجو هستی، همینطور که دارین کار میکنین، باید تیم خودتون هم بسازین. یعنی با آدم های مختلف ارتباط برقرار کنین، مثلا با گروه های مختلف برقرار کنین. اون موقعی که مثلا میرین سر کار، لازمه که یه مثلا اندروید کار بردارین بیارین، میگه که فلانی که دوستم بوده مثلا تو دانشگاه، میگه تو بیا. بعد آروم آروم شما تیمتون رو بسازین. چرا؟ چون اوپن سورس اصلا حرکتش جمعیه، حرکتش فردی نیست. ولی برای اون تیم مرکزی، یعنی اون تیم هسته اصلی اوپن سورس، شما لازمه یه تیم مرکزی بسازید که با همدیگه اون پروژه رو جلو ببرید. اولش هم حالا ممکنه دیگه، اولش سخته، کسی کمکتون نمیکنه، ولی اون تیم است که میبره جلو. هم توی البته اوپن سورس اینطوریه، هم توی انحصاری هم همین داستانه. یعنی تو قسمت انحصاری هم کسی بخواد کار کنه باید تیم قوی داشته باشه. حتی تیم از شما بگی من یه ساختمون خوب دارم، اینترنت خوب دارم، اصلا اینا خوب نیست. مهمترین چیز افرادن، انسانهان. بعد از اینکه شما حالا ایدتون رو دادین، یک محصولی خواستین حالا بسازین، من توصیه هم اینه که قبل از اینکه بیاین محصول خودتون رو بیاین بسازین، از بیس، یعنی منظورم از بیس بیاین یه چیز اوپن سورس طراحی کنین، بهتره بیاین اون چیزایی که اوپن سورس هست الان مثلا وجود داره دیگه، بالاخره معادل دست با شکسته هر چیزی وجود داره، همونا رو بیاین سفارشی سازی کنین. سفارش سازی یعنی چی؟ یعنی که شما میرین با مشتری حرف میزنین، مثلا یه فروشگاه بهش میفروشین، اون فروشگاهی که بهش میفروشین چیه؟ یه دونه مثلا پرستاشاپه که واسش کاستومایز میکنید و با متناسب با سلیقه اون مشتری واسش تغییرات ایجاد میدین، حالا یا ماژول مینویسین یا قسمت‌های مختلفش اضافه میکنید. این اولا که قدرت برنامه‌نویسیتون رو میبره بالا، دومی مسئله‌ای که داره یه مقدار پول و اینا هم به سمتتون میاد، یعنی وقتی که چند تا پروژه بگیرین بعد پروژه‌های بعدی میاد بازتر میشه. یکی از چیزای درآمدزایی متماز همین سفارشی سازیه. یعنی حتی در مرحله اول، حتی تو مرحله آخر هم، یعنی مثلا یه شرکت بزرگی میاد مثلا MySQL رو میسازه، یه شرکت دیگه میاد میگه که MySQL واسه من اینطوری سفارشی سازی کن، میاد میگن سیستم عامل واسه من سفارشی سازی کن، و به همین ترتیب چیزای دیگه رو سفارشی سازی میکنن و درآمد کسب میکنن. بعد عرض به خدمتتون که یه قسمت دیگه هم درآمدی که داره پشتیبانیه. پشتیبانی فرقش اینه که شما یه محصول رو میسازین، مثلا یه وبسایت بالا میارین، بعد 6 ماه براش پشتیبانی میکنین که درآمدزاییش هم انجام بشه. عرض به خدمتتون که جذب سرمایه و سرمایه گذاری هم خیلی مهمه، چون شما میخواین تیم جمع کنین، بعد اولیش واسه یه حقوقی به اینا بدین دیگه. معمولا با جذب سرمایه، اسپانسر و اینکه بتونین یه دونه سرمایه گذار پیدا کنین هم خیلی مناسبه. و حواستون باشه که اگه سرمایه گذاری قرار بیارین، سرمایه گذار پروژه رو صاحب نشه. این نکتهش همینه. و چیزی که اصلا ایرانی ها رعایت نمی کنن به هیچ عنوان، نه انحصاری، نه اوپن سورس، مستندسازی. نه دیولپرا اهمیت میدن بهش، نه پراجکت منیجرا اهمیت میدن، هیچ کی کلا به این موضوع اهمیت نمیده. این موضوع کجا سرباز میکنه؟ وقتی که یه کدی میزنن، نفر بعدی میخواد بیاد روی این کار کنه، نفر بعدی کد رو متوجه نمیشه چون مستندسازی خوبی نداره و میاد دوباره از اول شروع میکنه پروژه رو نوشتن. شما باید اینو در نظر بگیرید که اگر قراره پروژه متن باشه، علاوه بر اینکه مستندسازی فارسی، حالا واسه چون ملیت خودمون رو نیاز داره، و مستندسازی انگلیسی هم داشته باشه. چون که شما اگه انگلیسی ننویسین، قطعاً کسایی از خارج از کشور نمیتونن، یعنی کسی که غیر فارسی زبان باشه نمیتونه بیاد تو این پروژه کمک کنه. شما خودتون به دست خودتون یه جامعه ای از جهان رو بریدین و محدود کردین، فقط به خاطر اینکه مستندسازی انجام ندادین. و روابط عمومی توی اوپن سورس خیلی تبلیغات مناسب نیست، یعنی خیلی من ندیدم تبلیغات کسی انجام، ولی روابط عمومی به شدت انجام میشه. روابط عمومی هم اگه بخواید بدونین، مثلا توی کنفرانس ها، توی مطبوعات میان درباره اون موضوع خبر می‌نویسن. یه مقاله آقای توکلی داره تو اینترنت درباره روابط عمومی، اونم بخونید مناسبه. و دونیشن هم بعضی از
سایت ها میذارن، بعضیا اولش میذارن، بعضیا وقتی به مشکل میخورن، بعضیا هم دائم میذارن. خیلی رو دونیشن حساب اونچنانی باز نکنید، فقط بذارید برای مواقعی که واقعا بهش احتیاج دارین. و حالا میخوام و بزرگترین مشکلی که توی اوپن سورس ممکنه یه نفر ماها روبرو بشیم اینه که تفکر انحصاری رو وارد اوپن سورس بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یک عمر با اوپن سورس با تفکر انحصاری بزرگ شدین، حالا میخواین یک کار اوپن سورس بکنید، دقیقاً میان اون تفکر انحصاری رو واردش میکنید. میخواین مدیریت کنین، دیکتاتوری انجام میدیم، میگیم اون چیزی که من بگم، اصلا به دیگران کمک توجه نمیکنید، فیدبک ها رو در نظر نمیگیرید. نمیشه بدونه، نمیشه با تفکر انحصاری کاری مثل متبازو انجام داد. یا مثلا میان میگین که چون من اوپن سورسم به دیولپرها فشار میارم که اونا مجبورن این کارو بکنن. اصلا این اندیشه ها اندیشه های انحصاری، اندیشه های اوپن سورس نیست. و در کل من 5 تا مورد رو میتونم بگم. یکی اینکه هدف ندارن بعضی از پروژه های اوپن سورس، یعنی صرفا فقط یه چیزی برای فان زدن و بیزینس که پلن ندارن، یعنی که قرار به چه کسایی بفروشن، تو کجا بفروشن، چه جوری بفروشن. هیچ کدوم اینا رو معمولا، یعنی پروژه‌ای که من داشتم هیچ کدوم نداشتن. و ممکنه که یه نفر کارهای دیگران هم قبول نداشته باشه، بگه من فقط کار خودم رو قبول دارم. اینم اشتباه محض توی اوپن سورس. آدم مستندسازی هم که گفتم و تفکر انحصاری هم که عرض کردم خدمتتون. این آخر به عنوان چیز آخرم هم بهتون بگم، این نامه‌ای که 1976 بیل گیتس نوشته به هابیستا، هابیستا اون موقع میشدن اوپن سورس ها، که به این محتوا که این اوپن سورستون رو جمع کنید و بذارید کنار، من میام بهتون کار میدم. بعد آدرس نوشته بود که بیاین اینجا من استخدامتون میکنم. یه مثال هم زده بود که تو این سال من این کار انجام دادم، هیچ نتیجه ای نداشته، ولی در سال 2015 شما این چیزی که اینجا ملزم میکنین اینه که مایکروسافت میاد میگه که من علاقمند به لینوکسم. علتش آزادی نیست، علتش قدرتیه که لینوکس داره، قدرتیه که اوپن سورس داره. اینا از اولش هم با اوپن سورس مخالف بودن، ولی وقتی که دیدن قدرتش، وقتی دیدن زورشون به اون نمیرسه، به سمت این حرکت کردن. آخرین جمله هم اینه که علت این که این همه شرکت انحصاری وجود داره اینه که بلدن انحصار ایجاد کنن که کاربران از اون لذت ببرن. ممنون.